make ایران cool again. خب همه میگن براشون مهمه یا میترسن از اینکه بقیه چه قضاوتی روشون دارن. برای تو چرا مهم نیست چه قضاوتی روش هست؟ وای شیرین، دیدی فوش داد؟ تقصیر کامران هومنه. احساس میکنم که سر اون ویدیوهای من همشون ناراحت شدن. وقت بازی این یا اونه. شیرین یا مارال؟ نظرم رو گفتم. آره از طرف بعدم یاد اگه گنجش بودم رو سرش میدم. مواجهه با ایرونی ها نیست، با بخش هایی از ایرونی بودنه. خب اصلا چرا اون عکس رو استفاده کردی اگه میخواستی روش ستیکر بذاری؟ تو هم ممکنه اگر بیای توی برنامه تحت فشاری تو غالب باشم یا صد صدف بیوتی منظورت صدف بیوتی در این حد نمیشتم، در این حد تو باغ نیست. عکس دو نفری خوب ما کم داریم. من که با همه خوبم، آره. من که این کار رو نمی کنم. سلام. سلام، چطوری؟ با گله و سنبوله داشتی سلام علیکم کردی؟ آره آره. در زبونم هم نمیشه. ببین گرمه. گرمه، خیلی گرمه. ما ولی خوشحالیم با اینکه کولر نداریم. از این جمعا من خوشحالم. مای رویال بود، مای سلطنتی. بله، چون وقتمون تنگه و ما داریم توی یک ساعت میخوایم ترشحات ذهنی من و دوستم رو انجام بدیم. خیلی خوش اومدید، خیلی ممنون از همه شما که الان تیونین کردین. ما مهمون امروزمون سحر گلشنی هستش. سحر خیلی بامزه است، خیلی بامزه است، کمدین، استندآپ کمدین هم فکر میکنم هستش، حالا بیاد خودش رو بیشتر معرفی میکنه. خیلی 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 من دوستش دارم به دلیل اینکه بسیار آدم واقعی هستش، طنزش رو دوست دارم و خیلی روکه، نظر واقعیش رو میگه وقتی که هیچکی نظر واقعیش رو نمیگه. خلاصه ویدئوهای فان و خنده‌دار خیلی داره و میخوایم امروز باهاش در مورد اینکه چرا سحر هیچ وقت ایران نبوده. یک ایرانی هستش که کانادا به دنیا اومده و ولی خیلی ایران و ایرانی رو دوست داره، فرهنگمون رو خیلی دوست داره، از هنر ما خیلی لذت، هنر خودمون یعنی ایرانی ها لذت میبره و خیلی سعی میکنه فرهنگ ایرانی و هنر ایرانی رو پروموت کنه. ولی یکی از انتقادهایی که همیشه داره اینه که چرا خیلی از ما ایرانی ها فیکیم، چرا انقدر سعی میکنیم یه کاراکتر دیگه از خودمون نشون بدیم، واقعی نیستیم. برای همین من از شما دیروز سوال پرسیدم که به نظر شما چرا اینطوریه. مارل جون ببخشید من دارم به شما فرصت صحبت کردم. اصلا راحت باش، واقعا خیلی خوشحالم که داری. برو هم فرمون برو قربون. چند تا چون صفحه من بود، من چند تا سوال رو اینجا انتخاب کردم، ببخشید جواب رو اینجا انتخاب کردم که دیدم بد نیست، خالی از لطف نیست که در موردش حرف بزنیم. مثلا خیلی یعنی 90% پاسخهایی که داده شد مارال این بود که چرا ما تظاهر میکنیم یک شخص دیگه ایم، به خاطر اینکه میترسیم از اینکه قضاوت بشیم. پس نتیجه میگیریم که این قضاوته خیلی مثل که معضل بزرگیه توی فرهنگ و جامعه ما، حالا از مادر پدر گرفته که میگن واچر اینجوری یا میخوان یک جور دیگه باشی، میخوان یک توقع دیگه دارن از اون چیزی که تو واقعا هستی. دیگه بعد میرسه به پارتنر، دوست پسر، دوست دختر، همسر، تا خانواده اونها، تا دوستان. شاید مثلا ما اگر مدلی که باشیم خیلی مورد قضاوت قرار بگیریم. برای همین 90% پاسخ‌ها این بود که از قضاوت میترسیم. آیم دوری نوشته توی کشوری مثل ایران برای اینکه بتونی زندگی کنی، درس بخونی، کار کنی، بری تو جامعه خیلی وقتا لازمه. من مامانم عاشق شغل معلمی، اما به خاطر اینکه به هیچ وجه چادری نشد به شغل دولتی ندادن و الان با حقوق ناچیز توی مدارس غیر دولتی کار میکنه. خودم توی مدرسه خیلی وقتا مورد بازخواست قرار گرفتم، اینکه خودم بودم یا کارهایی که بهم زور گفتن رو انجام ندادم. خب این درسته توی جامعه ای که خب دست سیستم ها و مکان های کاری اداری و دولتی شاید تحت کنترل هست فرق میکنه، ولی ما خیلی جاها با اینکه اصلا لزومی نداره چیز دیگه از خودمون نشون بدیم، ولی بازم این کارو میکنیم. آره، ولی وقتی تو یک چیز اینجوری مثلا تو مدرسه، تو سرکارنی، تو جامعه، یعنی از بیرون انقدر هی این موضوع هی بهت یادآوری میشه، تحمیل میشه، دیگه میشه به قول فرنگی ها
چیز میشه، سکن نیچرت میشه، یعنی میشه یک بخشی از تو، عادت میشه و دیگه نمیتونی تمیز بدی که اینجا خودم باشم اونجا نباشم. این میشه کلن این که باید دوتا داشت باشی. یک چیز جالبی که آره موافقم با این، ولی یک چیز جالبی که هستش، اولا من قبل از این اشاره کنم ما داریم به رفتار خیلی بیشتر اشاره میکنیم، به خاطر اینکه مثلا یک دوستی نوشته شما خودت نحوه پوشش لباس پشت دوربین فرق میکنه تا وقتی میای جلوی دوربین. وقتی میری لب دریا لباس مایو میپوشی، بیکینی میپوشی، وقتی میخوای اینجا عکسشو بذاری سانسور میکنی. اینو صحبت کردیم، این فرق میکنه. بعدم من فکر میکنم مثلا موضوع اصلیمون به قول تو، چون راجع به رفتار رو نمیخوایم حرف بزنیم، بیشتر راجع به روک بودنه، یعنی آره. نه چون به قول این دوستمون هم که گفت، ما توی جامعه مثل ایران یک بخشی از اینی که تو باید دوتا زندگی در واقع داشت لید بکنی رو اصلا اینه، همینه، سیستم اینه، تو مدرسه یه شکل، تو خونه یه شکل، ولی روک بودنه اون چیزیه که ما بیشتر میخواییم بهش بکنیم. روک بودنه نه؟ یا الکی قشنگ کردن یه چیزی که نیست. یه چیزی که هستش، یکی دیگه از چیزایی که خیلی اشاره کردن اینه که چون ترس داریم از اینکه مورد پذیرش واقع نشیم، چون هیچ وقت یاد نگرفتیم، یکی دیگه نوشته خودمون باشیم، پدر و مادرای ایرادی و علاوه جامعه و فرهنگ پر از باید و نباییده. ببین یه چیزی که من خیلی دوست دارم، الان سحر 3 دقیقه دیگه به ما میپیونده، اینه که چرا باید یک مدل باشیم تا قشنگ باشیم. حالا بخوام خیلی چیزی به کار ببرم، یه جمله بگیم، هر کاراکتری میتونه یونیک باشه، تک باشه. لازم نیست ما هممون وقتی مثلا آهنگ میخوایم باهاش لیپ سینک کنیم بگیم را رفتی. حالا خیلی مثال چیزی بود، ولی میخوام بگم یعنی همه یهو یک چیزی مد میشه، همه اون قالب رو به خودمون میگیم. آره، حالا چه چیز مد، یعنی اینکه یه چیزی باشه که به عنوان زیبایی تعریف میشه، یهو مثلا مد لباس میشه، مد ظاهر میشه، ابروی پهن میشه، ابروی لاغر میشه. این تو دیگه اصلا من فکر نمی کنی که من کدومو دوست دارم، کدوم منه، من اونو چیز بکنم. چون الان همه به نظرشون چیز زیبا اینه، من اونو انجام میدم. آقا مطمئنی 3 نفر رو میشه آورد لایو؟ بابا من آنلاین نگاه کردم، میشه آورد لایو دیگه. وای نمیشه. من واقعا از همه عذر میخوام، تقصیر تکنسیان برنامه بود که خوب کردم. سهر بریم زوم. احمد های سلام، آدیو تو آن کن. آها تانک یو. اوکی کول. های حالا چطوره؟ من خوبم، شما خوبین؟ بله خوبیم. چرا خوشحالم که من بالاخره تونستم با تو صحبت کنم به صورت زنده. آره خیلی وقت روی اینستاگرام با هم. من یک فن بزرگ تو هم کنه واقعا. من از طریق شیرین با شما آشنا شدم و خیلی از دیروز که شما رو دنبال میکنم لذت بردم و خیلی شدم. مرسی. Thank you. سهر تو از بین مثلا کامیونیتی بزرگ بین ایرانی ها از اون ویدئوی ننه بی خیلی لایک فکر کنم معروف تر شدی. نه میدونی، آره شاید، شاید مثلا اون اولین ویدئویی بود که مثلا دیگه همه دیدن و یهو ترکید، ولی مثلا اولش از واین شروع شد، چون واین اپش که در اومد من هیچ وقت واین رو استفاده نکردم. واسه همین مثلا به خیلی از بچه های ایرانی که ویدیو میسازن اما بهشون میگن واینر، با اینکه اشتباه مثلا هیچ وقت بعضیشون اصلا واین نداشتن. آره نمیدونم چرا ایرانی ها اشتباه واینر طرف و واین داشتی تا حالا نه واین چیه چه جور واین. ببخشید خیلی ممنون بالاخره خلاصه که این دعوت رو پذیرفتی. سهر نمیدونم لایو دیدی؟ آره یکی میشه چند دقیقه آخرش دیدم. ببین چون من میدونم که میخوام من کلمه های فارسی بکار برم. اوکی بینش تو چیه تو این زمینه؟
اوکی. من فارسی خیلی خوبه. خب خیلی ها فکر می‌کنن که فارسی موقع خوب نیست، ولی واقعا هست. من میفهمم. من تو بفهمی. من هم دعوت می‌کنی برخوردش اینه. بیننده ها بعد نگن چرا انقدر انگلیسی بلغور کردی. آها پوینت آف ویو میشه بینش، حالا فکر کنم بینش. آره من میدونم که تو از چه زاویه‌ای میخوای به قضیه وارد بشی. برای همین دیروز من پرسیدم که لایک چرا مردم، شما چرا فکر میکنین ما انقدر خودمون رو توی یه قالب دیگه میبریم یا انقدر خودمون رو عوض میکنیم و اینا. خیلی ها گفتن ما از قضاوت ممکن خیلی میترسیم، یا اینکه مثلا 100%. آره از قضاوت خیلی میترسیم و جامعه مثلا توی مثلا محیط های مختلف جامعه، مثل کار، مثل دانشگاه، مثل مدرسه، مثل جایی که اجتماع هستش، خیلی نمیذاره که ما خودمون باشیم. حالا بگذاریم از این که من خودم هم توی اون جامعه بزرگ شدم، مارال هم بزرگ شده تو، ولی ایران تا حالا درست میگم که نرفتی؟ اصلا نرفتم. آره آره. برای همین تو از به عنوان یک کسی که از بیرون داره به اون، من یه پستی گذاشتم به راجب مسئله و مشکل صحبت کردم، هم گفتم فرق بین پرابلم و ایشو چیه. یه جایی توی مقاله که خوندم نوشته بود که کسی که از بحران، از بیرون به اون بحران نگاه میکنه، خیلی چیزای متفاوتی از اونایی که توی بحران هستن میبینه. آره. و تو به عنوان کسی که با فرهنگ ایرانی خیلی آشنایی هست، آشنایی داری، ولی هیچ وقت اون استرس تو ایران بودن زندگی نکردی، میتونی خیلی چیزا رو ببینی که ما شاید لزوما نبینیم. مثلا آره وقتی که دیگه ببینی نمیبینی دیگه. حالا تو نظرتو بگو تا ما هم این سوالا رو بپرسیم دیگه، که چرا آدم ها خودشون نیستن. آره مثلا تو چی میبینی؟ اول چون خیلی ها خب تو رو الان نمیشناسن، خب که دارن این ویدیو رو میبینن، خیلی ها که ممکنه تو رو فالو نکرده باشن، مثلا بگو که از کیش، اولا یه بک‌گراند از خودت بده که از کی مثلا وارد کامیونیتی ایرانی توی سوشال میدیا به این وسیع شدی، به این وسیعی شدی، و مثلا یهو چی نظرت رو جلب کرد که عجیب بود برات. چند وقت میدونی یه بک‌گراند بده و بعدش هم بگو که what is your problem with this all مثلا. اوکی. من چون که ایران نرفتم تا حالا، یه جورایی میشه گفت واسه من همیشه از بچگی شاید عقده لغت اشتباهی باشه که استفاده کنم، ولی it's the closest، یعنی نزدیکترین چیزی که میتونم like it's the word that I would use. یه جورایی عقده واسم شده که ایرانی تر باشم، یا تا اونجایی که میتونم راجب ایرانی ها یاد بگیرم چون نبودم و ندیدم. مثل آدم های اینجاست که مثلا راجب ایلینا میخوان یاد بگیرن، right؟ یه چیزی که مخصوصا ایرانی بودم واسه من، یه چیزی که خودم ایرانی هستم کلی راجبش میدونم ولی تا حالا با چش ندیدم، نبودم توش. سو واسه من همیشه خیلی مهم بود که خودم رو یعنی اصلیتمو پیدا کنم، بدونم بیشتر راجبش، زبونم رو خوب کنم، تقویت کنم. سو از بچگی همیشه این تو بوده، همیشه تو جامعه ایرانی سعی میکردم بیشتر باشم. حالا شاید تو بچگی چون اعتماد به نفس آدم یکمی پایین تر و میخواد به قول ایرانی ها همرنگ جماعت باشه و خیلی خودش رو خارجی نشون بده، بیشتر اونجوری بودم و یکمی ایرانی بودنم و محف میکردم، یا مثلا میگفتن او لایک اون ایرانیه، لایک that's فاچ ایرانی. دقیقاً یه کمی به دید بد نگاه، دید بد هم مثلا پایین تر نگاه میکردم. بعد که بیشتر شروع کردم با ایرانیا معاشرت کردن میشه، لایک باشون بیشتر گشتن و با دوستای ایرانی بیشتر شروع کردم حرف زدن، دیدم که نه مثلا اینجوری نیست. بعد حالا میگم از بچگی مثلا کلاس رقص ایرانی میرفتم، کلاس فارسی میرفتم، واسه همین اصلا اینقدر خوب میتونم حرف بزنم. سو همیشه توم بود، ولی بیشتر رفتم توش موقعی که همین شاید روی واین و اینستاگرام یه حالا ترکیدم، چون احساس میکنم که قبل از اینکه من رو سوشل میدیا اصلا گندشم، یه دیده
خیلی به خارجی میگن you looked at it with like rose colored glasses. خیلی یه دیده خیلی خوشگله. مثلا ایرانی ها خیلی خوبم که هستیم البته. من و مراد ما خیلی خارجی ما میتونیم اون ریپریزنت کنیم اون جامعه که تو خواهد. مثلا ایرانی ها خیلی خوبیم، ما خیلی مثلا نمیدونم فرهنگ داریم، کالچر داریم. بعد که اومدم رو سوشل میدیا و بیشتر شروع کردم با آدم ها سر و کله انداختن، دیدم که نه واقعا ما ادعاییم بیشتر. و you know what I mean like بس. آره فرهنگ کالچر صد خیلی خوبیم عالیم، ولی بیشتر به قول خارجی ها we talk the talk instead of walking the walk، یعنی بیشتر حرف میزنیم تا انجام بدیم. So اینجا بود که شروع کردم گفتم که اوکی، منی که اینجا بزرگ شدم و خیلی از بچه های دیگه که مثل من اینجا بزرگ میشن و شاید مثل من همون دیده مثلا ایرانی ها اینجوری اینجوری هن، چرا این دیدو دارن؟ برای اینکه دارن subject به فارسیش میشه، دارن like they're being subjected to the wrong idea of being Iranian. So مال جان با ایرانی غلطی مواجه میشن. دقیقاً آره مواجه استار. اوکی کو آره با ایران یا دقیقاً همین چیزه. و من خودم گفتم که اوکی، منی که تو این جایگاه بودم قبلا، تو این طرز فکر رو داشتم قبلا، بیا منی که اینجا بزرگ شدم یه کاری کنم که حالا به قول ترامپ ولی سوئچ ایت اوور، میک ایران کول اگین. میدونی به جای اینکه چون اینجا بزرگ میشی به چی مواجه میشی؟ به خواننده‌های لس آنجلسی، به همین چیزای فیک ایرانی که میدونی مثلا او اینجوری باشین، اینجوری حرف بزنین، اینجوری شوت کنین، واسه همین زده میشن بچه ها. تو گفتم اوکی بیا من اقل منی که از خود اونا هستم یه کاری کنم که این نسل بعدی رو عوض کنم، که نخوان خودشونو مثل خارجی ها رو از خودشون سرتر ندونن. همین ایرانیانشونو دقیقا این چیزی که تو میگی. اون روز من یه پست دیدم، نمیدونم اصلا شاید از پیج تو دندر رفتم به اون پست، یعنی هی پست تو پست شد رسیدم به جایی که شاید هم نمیدونم. anyway، ولی یه چیزی که من دیدم، آها پیدا کردم، پلنگ. خب یه پستی بود که پلنگ رو به انگلیسی توضیح داده بود. نوشته بود که پلنگ از کجا چیز شده. از این که ایرانی ها به خاطر اینکه خب خیلی غرب پرست هستن و دوست دارن مثل فرنگی ها بشن، کم کم هی سعی کردن موهاشون رو بلوند کنن. آره حالا بلوند کنن که بعدا جواب نمیده، لنز رنگی جواب داده، ماشاءالله لنز رنگی بذارن، نمیدونم بینیشون رو سربالا کنن، لباشون رو قلوه‌ای کنن، به خاطر اینکه اون باربی که نشون داده شده مثلا اون شکلی بوده دیگه. ولی بعد آبسس شدن و زیاده روی کردن شدن این که ما بهش میگیم پلنگ. و من بکنم خیلی تویه، حالا من اروپا رو زیاد تجربه ندارم، مثلا خودم کلن چون با ایرانی های خارج از محیط کارش زیاد تماس ندارم ندیدم، ولی میدونم که آمریکا، ایرانی های توی آمریکا خیلی معروف شدن به یه ایرانی LA معروف شدن. ببین اصلا ایرانی های آمریکا واقعا فرق دارن، حتی با ایرانی های کانادا هم فرق دارن 100%. من اینو هم موقع رفتم دیدم قشنگ ایرانی های آمریکا خیلی به خارجی میگن وایت واش تر، خیلی سفید تره، یعنی سفید تور تر، یعنی کسایی هستن که حالا مثل من اونجا بزرگ شدن، بعد حتی ایران هم شاید رفتن یکی دو بار، ولی اصلا طرز فکرشون پرسونالیتیشون اصلا واقعا فرق داره. حالا یه چیزی من خواستم اگم جا که گفتی با ایرونی های نه غلط، یعنی با رپرزنتیشن، با چیزایی که از ایرونی هایی که بخش غلطی از ایران رو چیز میکردن مواجه شدن، من فکر میکنم یعنی مواجهه با ایرونی ها نیست، با بخش هایی از ایرونی بودنه. آره، مثلا الان شاید اصلا دیگه
اون بخشی از هویت یک ایرانی که تو ایران داره زندگی میکنه شاید اصلا نباشه. اصلا نیست. این تو رستوران ایرانی ها که اینجا میری همه دیوارا کاگلیه و صنایع دستی. تو ایران تو فقط ممکنه چونم تو یک رستوران سنتی ببینی که صنایع دستی اونجوری گذاشتن. مثلا چونم گردنبند فروهر. من ایرونیایی که بیرون از ایران زندگی میکنم و اینو میندازن خیلی به مراتب درصدی بیشترن تو کسایی که توی ایران زندگی میکنن. و این دقیقا به خاطر این که گفتی من چون اونجا بزرگ نشدم و نرفتم و اینا هی بیشتر میخواستم که وصل کنم خودم و به ایرونی بودنه و اون هویت رو پی به خودم چیز بکنم که من اونم من اونم و هی چیز خوباشو بخوام بگیرم، این مال اونه. چون تو مثلا من چون تا 18 سالگیم چون ایران بودم میدونم که ایرانیم و مثلا خیلی هم راحت تر ممکنه چیز بکنم که نه این ایرانیمون، این فرهنگمون خوب نی، اون فرهنگمون خوبه، واسه این دلم تنگ شده واسه این که اضافه کاریه نه. و خیلی کمتر، تازه بازم من دارم اینو، یعنی هر مهاجری اینو داره، ولی کمتر از مثلا یکی مثل تو که تا حالا ایران نرفته و بیشتر فکر میکنی که باید ابزاری داشته باشی که به خودت یا به بقیه نشون بدی من ایرانیم. نه صد درصد، صد درصد. ولی میخوام بگم با افتخار بگم اینو، البته فروهر چیز بدی نیست، ولی با افتخار من تا حالا گردنبند فروهر نکردم. من مثال میگم که نشانی از ایرانه و تو میندازی که به عنوان نشانی از. حالا اگر ما داریم خیلی بی سانسور صحبت میکنیم، من نظر شخصی ما میخوام بگم، ممکنه نظر دیگه، این نظره کاملا نظره که من مثلا فروهر وقتی ببینم اوور‌یوز میکنن، زیادی دارن دیگه تو چش و چال هم خودشون و بقیه میکنن، رو مخمه مثلا رو دیوار فروهر، تتو فروهر، یه گرمن فروهر، بعد مثلا فروهر چی که بخوای من جو هم میرن، آره فروهر is in the house مثلا فروهر جا که بری. حالا مثلا اگر مثلا مینیمال طرف یه استفاده هم کرده باشه سایس من، ولی اینقدر تو چشت فرو کردن یه جایی آدم میگه که نه مثلا نه دیگه. تفسیر کامران هومنه خدا اونا شروع کردن. نه بابا قبل از اون بود، ولی بود ولی نه به این شدت. آره دقیقاً روی آدینس جوان‌تر، ولی هر هتل زندگی می تو همه رستورانا بود، رستوران آره. ایرانیا آره. میگم اینجا کامران هومن پوشیدن یه هترکید. آها آره میفهم. حالا ببینم مثلا آره. تا نه تو بگو. ها بگو. نه بگو. تو سها یه چیزی که خیلی مثلا آها سوال دارم ازم، سوال من اینه که خب همه میگن براشون مهمه یا میترسن از اینکه بقیه چه قضاوتی روشون دارن. Why doesn't it matter to you؟ برای تو چرا مهم نیست چه قضاوتی رو تب؟ برای که کسی که شب نه این چرا برای که کسی که شب سرشو میذاره رو بالش میخوابه منم، نظر تنها کسی که واسه من مهمه منم و مثلا پنج تا انگوش شمار آدمایی که دور و برمن که واقعا نظرش واسه مهمه اونا. یعنی یکی که چه میدونم تو یه جایی نشسته یه نظری داره میده واقعا واسه من مهم نیست، برای اینکه چرا اون نظر اونه و I don't know like اصلا چرا باید واسه من مهم باشه. خب تو الان تحت چیز خیلی زیاد، اکسپوز خیلی زیادی هست دیگه، مثلا خیلی آره. خب مثلا بعد مثلا از ایرانیای بیرون از ایران گرفته تا ایرانیای داخل ایران، به عنوان کسایی که توی مثلا سوشال میدیا فعالیت دارن و اینقدرم کانتروورشال هستن گاهن، میشه خلاف جهت آب حرکت میکنن به نوعی، مطمئنن خیلی به پرخاش میشه تا دلت بخواد خواهر. It's so annoying. من میدونم، میدونم تو این حرفی که زدی معنیش چیه، ولی تو تصور کن یکی تو ایرانه یا یکی توی جامعه داره، یه خانواده‌ای داره زندگی میکنه که اگر مثلا
به عنوان حالا من چون خودمون ما هممون الان زنیم دارم زن رو مثال میزنم، شاید پسری هم یه کار دیگه میکنه، مثلا یه دختری مثلا اینطوری بشینه مثلا خب بگن که این چه طرز نشستنه، مثلا چرا دختر که اینطوری نمیشینه. خب همین ببین اینو باید ما اینو باید عوض کنیم. خب چرا دختر نمیتونه اونجا بشه؟ کی گفته؟ کجا نوشته؟ چرا این طرز فکر اشتباهی شماست که شما باش بزرگ شدین؟ حالا این طرز فکر شاید قبلا اینجوری فکر میکردن، چرا ما باید تو سال 2020 بعد اینجوری فکر کنیم؟ چرا؟ کی گفته؟ کجا نوشته؟ ببین آخه اگه بعضی از این چیزا موضوع اینه که هر کدوم از این وای چی میگن، یعنی هر چیزی که ما میگیم مردم ممکنه راجبش چی بگن، دلایل مختلف داره. مثلا همین طرز رفتار یک لیدی چطوریه، یا اینجوری نشینه، یا یعنی چیزای این شکلی که میره توی زیر مجموعه، یا اینی که لیدی چه معنی دارد، یک خانم چطور باید رفتار بکند، اون یه سری یعنی دلایلش اگه بخوای خیلی عمیق بشی اینه که مثلا چه میدونم نوع نشستن تو یا نگاهی که به تو به عنوان زن میشه چقدر ابزاری هست نیست، چقدر تو باید چشم نواز باشی یا نباشی، چقدر باید یک جوری باشه که من هر باری که به تو نگاه میکنم لذت ببرم، فکر نکنم که تو زیادی راحت. خب اینم اشتباه میدونم، منظورم اینه که هر کدوم دلیلش دلیل تاریخیش یه چیزه، اینی که ریشش به این برمیگرده، ریشش به این برمیگرده. ولی فکر کنم مجموعاً ما چرا میترسیم که خودمون باشیم، و که همون حرفی که اول زدی میترسیم که قضاوت شیم، برای اینکه نظر بقیه واسه ما خیلی مهمه و همیشه میخوایم یه کاری کنیم که همه از ما خوششون بیاد. آره. ولی این اصلا نمیشه، اصلا امکان نداره. و خودم پرسنالی ترجیح میدم که خودم باشم و از 10 نفری که شاید تو اون اتاق باشه فقط یه نفر از من خوشش بیاد، ولی اون یه نفر میدونم که واقعا منو واسه خودم دوست داره. من ترجیح میدم با اون یه نفر دوست بشم تا اینکه با 9 نفری دوست بشم که شاید منو واسه اون ظاهر سازی دوست دارن که اصلا این واقعی نیست، این اصلا انرژی خوبی اصلا منتقل نمی کنه به آدم. و ته تهش هم تو میدونی که یعنی به خاطر اینکه علاقه‌ای که وجود داره بیست آن یه سری رفتار فیک علکیه، پس اون ارتباط احساسی هم علکیه، یعنی تو نمیتونی دقیقاً بکنی. من دقیقاً. یه چیز دیگه ای که دارم، این مشکل اساسی، یعنی وقتی گفتی راجع به این موضوع رک بودن و اینی که خودت باشی و مهم نباشه مردم چی میگن و اینا حرف بزنیم، من چیزم اینه که تو در خفای خودت، یعنی اینی که در تنهایی خودت یک سری حرفا مثلا اوکی بزنی، مثلا من خوش اگه یعنی بد دهن بودن یا یهو یه جای فوش دادن خیلی به نظرم چیز بدی نیست. یه چیزی بگم حالا میونه حرفات، خیلی از ایرانی ها یکی اگه بد دهن باشه بلا فاصله میگن که اوکی پس این بیادب هم هست، ولی یا مثلا آدم بدیه، و این کاملا اشتباهه. چون ما کلی نمیدونم like president رئیس جمهور اینجور چیزا داریم، خیلی خوشگل حرف میزن، آدمای خوبی هم نه. ولی نه آره right like اصلا این چیزی که میخوام یعنی اینه که آقا مثلا من فکر میکنم که وای شیرین دیدی فوش داد، بعد خودم ولی آدم فوشیم، فقط جلو بقیه من خودم آدم بددهنیم ولی جلو بقیه این کار نمی کنم، چون بتونم این چیزو داشته باشم که اگه یکی چیز کرد بتونم با اون یک قضاوت چیزی بندازم روش که بگم این آدم اینجوریه اه اه پیف پیف چون فوش داده. ولی من خودم با مثلا وقتی که دلم بخواد در حالی که این که تو داری میگی دقیقا درسته و میرسه به اون تیکه که حتی یک سری انقدر این یه رفتاری که ایرانی ها داریم. ببین مثلا من وقتی با یه انگلیسی زبان صحبت میکنم با یه غیر ایرانی صحبت میکنم اصلا نمیترسم بچه ها، من اصلا نمیترسم اصلا نگران این نیستم که از حرف زدن واقعی من چیزی برداشت کنم، قضاوت کنم. حتی اگه اون آدم خیلی سافستیکیتد و تحصیل کرده و شاید خیلی صاف و صوف هم حرف بزنه، من نگران این نیستم که الان من مثلا گفتم که
yeah, there are stuff on the table. مثلا من یادمه یه دفعه چون با یه مرد مسن خیلی تحصیل کرده اینا میخواستم بگم please help yourself, there are like pie on the table and other stuff. خب he was like other stuff, that's interesting, I never heard of that. And that's که چیز بود مثلا خیلی باش عجیب بود که این لنگویج جدیدیه که بگم بگم other stuff. خیلی جالبه که ما ایرانی ها اینقدر خارجی ها رو در اولویت میذاریم ولی اخلاقای خوبشون رو اصلا نمیخوایم چیز کنیم، فقط میخوایم ظاهری آره. و بعضی از چیزاشون رو بگیریم، مثلا این اوپن بودن و ایناشون رو اصلا ازشون یاد نمیگیریم، چیزایی دیگه که اصلا به دردمون نمیخوره یاد مثلا همین. بعد من مثلا با اینا که صحبت میکنم هیچ وقت نگران این نیستم که چی بگم، خیلی سریع میخوام یه تکستی بنویسم آره. تکستمو مینویسم، میخوام فارسی بنویسم، مراقبم چه کلمه هایی رو انتخاب بکنم، برای اینکه من تو چش مردمم، برای اینکه من یک مجری هستم، یک بانیو هستم، فلان اینا. ای من حالا آره واسه تو خیلی فرق داره چون تو مثلا به قول خود مجری روی شبکه ای کار میکنی، بایم هر چیزی جای خود داره دیگه. ولی نه، ولی مثلا... اصلا توی دنیای این بر، توی دنیایی که من به نظرم درسته، مجری تلویزیون میتونه توی صفحه پرسونالش تو هر کاری میخواد بکنه، هر حرفی میخواد بزنه، هر ادبیاتی آره، آره. هم که میخواد به کار ببره آره. ولی ما نمیتونیم اینو بپذیریم. تازه ما خیلی، مایی که تو خارج از ایرانیم، خیلی آزادیم نسبت به اون مجری بیچارهی که تو ایرانه. تو ایرانه آره صد درصد. ولی خب اگه شما فکر کنین، شما برنامه هایی که روشین بیشتر آدمایی که تو ایرانن نگاه میکنن دیگه. آره دیگه، در نتیجه خب این طرز فکر رو دارن. آره دیگه، بیننده همونه، ممکنه که حالا آره. بازم تو ذهن اون بیننده همه اینی که تو ما که خارجیم، بیننده هم برای ما ناخودآگاه یک مقدار بیشتری آزادی تو ذهن خودش تصور بکنه، ولی همون نگاهه، همون آره. و دقیقا همون میشه که به ما مجبور میشیم عکسی که میخوایم بذاریم اگه لباسمون یه ذره بازه یک کاریش بکنیم، برای اینکه حوصله این که مثلا جواب یه سری آدم برای تا طرف میگه چرا تو خود سانسوری میکنی، تو داری سانسور کردن رو نهی میکنی، پریچ میکنی که خودتون سانسور نکنی، بعد تو خودتو سانسور کردی. آه این هم چیز جالبیه. آیا ما داریم اشتباه میکنیم به نظر تو سحر خانم؟ شما آها. که خیلی باز به عنوان یک عالمه، نه به عنوان کسی که چیز نداری، خیلی فیلترت کمتره، راحتتر چیز ما رو برای این آوردیم تو رو اینجا. من و شیرین چند وقت پیش برای یکی از همین پستا که همین لایوا که می‌خواستیم بریم، عکسی که گذاشت شیرین یه عکسی بود که ما با هم تعطیلات رفته بودیم، لب دریا بودیم، عکس اصلی ما با مایوییم. خب ولی شیرین وقتی که گذاشتش توی اینستاگرام، دو تا استیکر لباس گذاشت روش، ولی خب لب دریاست و اینا. به ما یه سری مسیج زدن که شما که میگین من نمیم علم و بلم و فلان و اینا، شما خودتون دارین خودتون رو سانسور میکنین، بعد چطور اونجا با مایو فرنگی ها اوکی شما با مایو باشین، ماها نامحرمین، برای ما فلانین. خب اصلا چرا اون عکس رو استفاده کردی اگه میخواستی رو ستیکر بذاری؟ عکس دو نفری خوب ما کم داریم. داشت تموم میشه دیگه، دست به تموم. و ما چیزمون این بود که آقا بله ما کردیم، ما میدونیم که سانسور کردیم خودمونو، دلیل ما اینه که ما نسبت به آدینسمون تصمیم میگیریم که چی بذاریم. ما فکر کردیم که تارگت چی میگن بیننده اصلی ما برای این پست چون ایرانیان، اگر ما اونو با مایو بذاریم کلا توجه میره به یه جای دیگه ای و ما باید یه سری جوابای بی ربطی بدیم. این مثلا ما تصمیم گرفتیم که اینجوری بفهمیش. و در ادامهش هم من یه سکرین گراب گرفتم از یکی از پیامای فقط یک دونه که یارو هر چی دیگه داشت خواست ابیوز کرده بود و هراسمنت و وربالی و اینا، مثلا فانتزی های مغزیش و اینا رو برای ما با ما شیر کرده بود. خب و من گفتم دلیلش میدونین چیه؟ دلیلش اینه که حالا من اون اکثر استفاده کردم، به قول ماران هم عکس دو نفر کم داریم، هم عکس خیلی قشنگه. خب و من دوست دارم شخصا به غیر از این دلیلی که گفتم نمه نمه اینو پوش کنم، این باوندری رو. آفرین. و گفتم دلیلش میدونی چه سانسور کردن؟ دلیلش اینه که
ما تو اون ساحل بودیم یک روز کامل، یک نفر حتی نگاه خاصی نکرد که ما رو اذیت کنه. تو داری با کلمه هات حالمون رو به هم میزنی، حالمون رو به هم میزنی. ما نمیخوایم سر کار بخونیم چی میگذره. حالا به نظر شما ما، یعنی نظر تو چیه به عنوان بیننده این موضوع؟ ما آیا ما آیا این از هیپوکرسی میاد؟ یعنی این هیپوکریته که ما میگیم آقا خودسانسوری چیز خوبی نیست ولی یه عکس اینجوری میذاریم، یا به نظر تو دلایل ما در یک منطقی پذیرفته است؟ ببین من میتونم به هر دوورم یه جورایی حق بدم، برای اینکه مثلا مثلا همین پرسیدم خب چرا این عکسو گذاشتین؟ میتونستین یه عکس دیگه ای بذارین که اصلا نخواین استیکر بذارین که اصلا این اتفاقا نیفته، و اگر میذارین خب بذارین دیگه، چرا استیکر میذارین واقعا؟ خب ولی بازم شماها رو درک میکنم چون میدونم چه جور آدمایی چه فکرایی میکنن، ولی اگه میخواین پوش کنین این چیزو، این خط قرمز رو رد کنین، خب رد کنین. یه دونه از مشکلای جامعه ما اینه که آدمایی که توی جایگاهی هستن که خیلی ها حالا فالوشون میکنن یا یه صدایی دارن توی جامعه، این کار رو نمی کنن. هرچقدر بیشتر از ماها این کار رو بکنیم، نرمال عادی تر میشه واسه بقیه. من فکر میکنم ما تا یه حدی همچنان تومه یا ویکتیم میشیم. ویکتیم جان باخته. قربانی. آره یس. که همچنان از داخل ایران اومدیم، همچنان قربانی اون فرهنگمون هستیم، و مخصوصا اینکه دوباره به خاطر اینکه شخصا من اگر مثلا من و تو کار نمی کردم و این شهرت رو داشتم، اصلا امکان نداشت سانسور کنم اون اکس رو، میدونی؟ ولی خب من جامعه انقدر محدود شده که تو عکس پوشیده هم اگر بذاری و اگر فقط چادر نباشه، یعنی غیر از چادر باشه، همچنان میتونن از توش فانتزی هایی بریزن رو میز که مثلا من نمیخواستم بدونم فانتزی تو رو. آره دقیقا میگم واسه شما شاید یکم سخت‌تر باشه چون آدینستون فرق داره، و کاملا درکتون میکنم. یعنی این کاری که کردین، منم بودم شاید این کار میکردم، ولی باز میگم فکر کنم وظیفه ماهاییست که بیرون از ایران هستیم و یه وایسی داریم، یه پلتفرم به این بزرگی داریم، اینه که ماها شروع کنیم یواش یواش همین خط قرمز رو رد کنیم که عادی تر بشه، که اونایی که تو ایرانن ببینن که اوکی خارجی ها، حتی فقط آمریکا و کانادا، واقعا خارج از ایران اینجوریه. ایران هم شاید اصلا میگیم میدل ایست، چون میدل ایست در کل خیلی چیز تریم، اینجوریه طرز فکر، اینجوریه. چون شماها اینجوری فکر کنین، دلیل بر این نمیشه که بقیه هم اینجوری فکر میکنن. مشکل بزرگمون اینه. هم شماها رو درک میکنم، هم اون ور رو درک میکنم. یعنی it is what it is. من چند روز پیش روی یه برنامه بودم که ازم سوال میپرسیدن، بعد چند تا از سوال ها مثلا این بود که اگه مثلا اینجوری بود کیو انتخاب میکردی که اینجوری کنی؟ بعد من یه اسم یه شخص خیلی معروفی آوردم، نمیخوام I don't wanna start drama again، ولی بعد کلی مسیج گرفتم. میتونم؟ آره اوکی بوقش در میاریم. اوکی سو من روی برنامه ردلاین بودم و بچه ها ازم پرسیدن که اولا که تعریف از خود نباشه، ولی کامنت ها رو که خوندم و برنامه قبلی هم که نگاه میکردم، دیدم که از هر کی که سوال میپرسیدن اینجور سوال هایی که مثلا اگه تو پرنده بودی رو سر کی میدیدی؟ خب مثلا همین، یا مثلا تو از کی بدت میاد؟ من که با همه خوبم. آره. من که این کارو نمی کنم. آره. با اینکه مثلا من به شخص با طرف حرف زدم،
و هزار بار بهم گفته که فلانی دیدی چقدر آره. مثلا خزه چه خب چرا حرفتو نمیای اونجا بزنی؟ برای اینکه همین میترسن که خودشون باشن. این یکی از چالشایی بود که مارال توی برنامهش اکو داشتش. مهمون دعوت می‌کرد. هدفون میداد آهنگ گوش کنن نظرش رو. همه آهنگ خوبیه. دیگه ماکسیمم میگفت سلیقه من نیست. مثلا خیلی خاص کانتروورسیال. یا همین I don't get it. خب وقتی یکی ازت پرسید خب جواب بده. برای اینکه تو نما بهترس این نظر توه. حالا من کامبیز ازم یه سوالی پرسی گفت تو اگه این سه تا حیوانو میگم حالا دو تا اولیو میگم چون سومی واسه شما ها بد میشه اولیو پرسی که رو سر کی میریدی که من گفتم صدف بیوتی که بعد از اون دیگه دیدی دیگه بچه بیوتی ها ریختن تو حسودی ببین اخر میشه تو اگر از یه چیزی بده بیاد حسودی. تو حسودی آقا من از چیش میخوام حسودی کنم؟ من نه میکاپ بلاگرم نه نمیدونم فالوورای زیاد گرفتن واسه من مهمه نه نمیدونم تبلیغ میکنم روی اینستاگرام که بگیم آره دنبال فالووره که پول در بیاره من از چیش باید حسودی کنم؟ من نظرم رو گفتم آره از طرف بدم یاد اگه گنجش بودم رو سرش میدونم همه که قرار نیست از یه چیزی خوششون بیاد یا مثلا سوال دومیشون این بود که اگه خرچنگ بودی مثلا کیو چیز میکردی که من اسم دنیا دادرسان رو بردم چون به نظر من صداش خوشم نمیاد تو گفتم آره چیز میکردم که دیگه نخونه کلی آدم چرا تو چرا مسخره میکنی طرف کنم من مسخره نکردم ازم سوال پرسیدن منم نظرم پرسیدن میدید چیه ایرانی ها یه مشکل دیگه که دارن اینه که به جای این که بپذیرن یه طرز فکر دیگه ای رو یا یه چیزی که با نظر خودشون تنوع داره به جای اینکه بگن او این یه نظر دیگه است چه باحال میگن نه چون نظر من نیست بده کاملا اشتباهه غلطه آره. آره ببین اصلا یه سوال دیگه قبلش یه چیز جالب توی جامعه که تو بزرگ شدی غربی فرهنگ خارجی فرق بین مسخره کردن با طنز وجود داره یا نه و اگه داره فرقش چیه؟ 100% مثلا اوکی بزن مثال خیلی خوب من این Persia's Got Talent که در اومد من کلی ویدیو درست کردم ریاکشن ویدیو که اصلا تو خارجی ها این خیلی یه چیز عادیه میشینن اصلا شما خودتونم داری منو تو ببین تیوی داره آره right? آره من so, البته من و تو نیستم دیگه چند وقته ولی خب ولی من ریاکشن ویدیو درست کردم که نشستیم نگاه کردیم و نقد کردیم چیزایی که داشتیم میدیدیم بعد خیلی ها فکر میکنن که تو وقتی داری با طنز یه چیزو میگی ایرانی ها مخصوصا میگن که تو داری مسخره میکنی با اینکه مسخره کردن اینه که بگی او طرف مثلا چقدر چاقه چقدر مثلا دماغش اینجوریه رو تو به طرف این طنز نیست آره نه تو یک ضعفی در طرف رو در یک چیزی یا یک کسی رو اگر به عنوان یک حربه خنده ازش استفاده کنی میتونی اون مسخره کردنه دقیقاً ولی با طنز مثلا مخصوصا اینجا بزرگشن خب میدونم چه فرقاش چیه ایرانی‌ها تو هرچی بگی همش مسخره است این فرق طنز و مسخره نیست مثلا طنز چجوری میشه که مثلا بگی که اوکی مثلا مهناز افشار چرا بازر ابی رو زد مثلا اینجور چیزا رو مثلا مسخره نیست داری فقط بیان میکنی و یه چیز خنده‌دار میگیری پشتش مثلا میدونم چون نازنین ناراحت نمیشه بیا نازنین رو سوژه کنیم خب نازنین تو Persia's Got Talent لباسش برای یک هول سیزن نمیدونم یکی بوده یا مثلا هرچی خب و خیلی ها مثلا تو اگر من به عنوان یک کسی که دارم فیدبک میدم از این مدل برنامه ها که میشی ببین تیوی بار دارم کنم ممکنه بگم که این چه لباسی ها پوشیده اینا آره مثلا با لباس تو عوض کن من فکر میکنم این مسخره کردن نیستش که طرف بهش بخواد بر بخوره من فکر کنم ببین البته احساس میکنم که سر اون ویدیوهای من همشون ناراحت شدن
اوکی بذار. با اینکه من مسخرهشون نمی کردم، من داشتم، من فکر نمی کنم نازنین مثلا ناراحت شده باشه. برای اینکه البته احساس می کنم که، چون که احساس می کنم روی اون برنامه نازنین هم خودش نبود، همین مسئله که ما داریم الان حرف می زنیم. خب ببین، همین تو هم ممکنه اگر بیای توی برنامه تحت فشار تو غالب باشم، یا صد من که وقتی توی غالب یه برنامه او صد درصد ولی هنوزم still احساس می کنم که آدمایی که روی اون برنامه بودن، یه از مشکلای بزرگ من اصلا با اون برنامه این بود که هیچکی خودش نبود. همه داشتن خیلی رفته بودن تو نقش اصلا weird. ببین همین مسئله سر همینه. مثلا ببین، همه ما آدما به نظر من سختمونه وقتی به همون یک چیز انتقاد میشه، مخصوصا چیزی که ربط داره به کیفیتی باید اکتسابی بشه، اون چیزی که کسب کردی، انتسابی یعنی اون چیزی که داری دست خودت مثلا نیست، حالا خب یا باش به دنیا اومدی، یا یه کوالیتیه که کیفیتی از ظاهر و ایناته، و یا تربیتی که داشتی، حالا مدل حرف زدن، فضایی که توش بزرگ شد، لهجته. برای ما شاید همیشه یه ذره سخت باشه، چون تو طول زندگی هم تحت دوران مدرسه ممکنه وقتی بچه‌ای نمیدونی چقدر میتونی اون قدرت رو داشته باشی که ناراحت نشی. اینا میگم یک لحظه ممکنه توی زدن دردت بیاد از اون حرف. آره، ولی آره. باید آدم به نظر من جنبه‌ش رو ببره بالا. جنبه خب. ایرانی ها بگم بیشترشون جنبه ندارن واقعا. آره، و همیشه هم میگن تو به بقیه میگن تو چقدر بی جنبه ای. آره. ببین آخه البته مثلا اون چیزایی که تو دیگه توش درش دستی نداری، اون به نظر من یکی از اون چیزایی که دیگه انتقاد نیست یا طنز نیست، اون به نظر من میره تو دستی آره کردن. این من مثلا اگه یک اون فرق میکنه، نمیدونم دندونم اگه کجه و یکی اونو به اون بخنده، اون بشه ابزار طنزشون، مسخره کردن. تازه اون دندون کجه تو هم میتونه واقعا با طنز یه جورایی باحال کنه، یعنی ولی اگه بگه دندونش نگاه مثلا، اینکه ببین ارزش اون آدم و ما از قصد بخوایم بیاریم پایین با کوبیدن کوالیتی که هیچ نقشی درش نداشته، اون مرز غلط، اون جای غلطه. 100%. مثلا من میدونم خیلی از استنداپ کمدین ها هم با این موضوعش مشکل دارن. ریکی جرویس خیلی سر این بحث میکنه، میگه شوخی جوک توی استنداپ کمدی رو با از اون کانتکست و فضا بیرون بیارید فرق میکنه. قضاوت روش خب دقیقا. و شاید مثلا سر این موضوع هم همین باشه، مثلا یک آرایشگری که پالوور بالا هم داشت، منم نمیشناختمش، عکس منو توی یکی از اپیزودهای رقص شیرین استوری کرده بود، در اینکه یاد بده آرایش چطوریه. گفته بود که این نگاه کن خوب آرایشش رو نکرده، رنگ گردنش و صورتش فرق کنه، خیلی نارنجیه. و من قبول داشتم، من حرفش رو قبول کرد. اولش شاید بچه ها برام فرستادن، تا لویلا اینو فرستادن، بسپرد کردن، میتونیدم که نه خب راست میگه، من نارنجی هم. ولی مثلا شعرش هم کردم، داشتم مثلا آره نارنجی هم، برای که هم خب ما جلو دوربین که میریم یک آرایشگری هست، من رفتم مثلا ایرلند که جوابش دادم، برام گفتم که ادیتورم کنتراست و سچوریشن هم برده بالا دیگه، به بحثه سرد. و این مثلا مونده بود، وای تو چی با جنبه ای، وای خدا شکر ناراحت نشدی. دقیقا، چون من به خودم شک ندارم، ما نه آدم به خودم شک داشته باشیم فکر کنم. بعد یه چیز دیگه هم هست، احساس میکنم من هر موقع میام نقد میکنم چیزی رو یا نظرم و راجع به یه چیزی میگم، همیشه ایرانی ها به این همین دید میام که یا تو حسودی یا چرا تو همش دوست داری ایرانی ها رو مسخره کنی. بعضا اینو که میگم خیلی اذیت میکنه، برای اینکه من مسخره نمی کنم، من دارم این چیزا رو میگم چون میخوام که ایرانی ها بهتر شن. مگه ما به این باور نیستیم که ما بهترینیم و ما نیدن هزار سال فلان فلان اینو اینجوریم؟ خب چرا الان چندین ساله که جامعهمون اینجوری مونده، یعنی نه پیشرفت میکنیم نه هیچی، تو یه جا مونده. و منی که اینجا بودم، شمایی که میخواین اینقدر مثل خارجی ها باشین و خودتون اینقدر بالا میدونین، چرا پیشرفت نمیکنین؟ چرا حتی وقتی هم سعی میکنین که یه کار مثلا
خارجی طور انجام بدین یا یه برنامه باحالی ارائه بدین یا هر چی، چرا هنوز اینقدر توش نقص میگن right like چرا توش کم بوده، چرا چرا هنوز you know like why are we اینقدر ایراد داره؟ ببین آخه یه دونه دیگه، یه چیز دیگه هم هست اینجا که من خیلی شنیدم میگن، اولا که اصلا چرا ما باید، ببین خیلی زد و نقیض وجود داره، تناقض وجود داره بین ماها. خب این که میگن یعنی چرا شما اینقدر فکر میکنی خارجی ها خوبن، ما خوبیم همینطوری که هستیم، ولی خب چرا اینقدر پس سعی میکنین قیافتون رو شبیه خارجی ها بکنین؟ دقیقاً میگم دیگه، همون حرفی که قبلا زدم، چیز بعضی چیز از خارجی ها رو فقط واسه خودمون برمیم، ظاهرشون رو دقیقا چیزای خوب رو انتخاب نمی کنیم، فقط نه. ظاهری و بعضی چیزایی که مثلا کلاس داره، ولی چیزای خوبشون رو هیچ وقت واسه خودمون ادابت نمی کنیم. دقیقا چیزا ادابت کردن نسبت بهشون یعنی براشون سخت تره. آره، یا مثلا همین سر این ریاکشن ویدیوهای من خیلی جالبه که حرفایی که من تو این ویدیو میزدم، تو اگه بری کامنت های زیر پست های پرژاز گات تالنت نگاه کنی، 90% همون حرفایی دارن میزدن که من اومدن توی یوتیوب گفتم. نه دیگه چی؟ این همونه که اب نداره من فکرش رو بکنم، ولی تو نباید بگی. ببین با همه بیشتر فالوور تو کله من اوکیه، ولی از دهن تو بیاد بیرون دیگه نیست اوکی. دقیقاً، و فالوورای من همیشه، آدمایی که من فالو میکنه همیشه همین میگن، میگن که ما چرا تو رو دوست داریم، چون تو حرفایی رو میزنی که تو ذهنمونه، ولی ما اعتماد به نفسش رو یه چیزی نداریم که بگیم، تو میای میگی، و همیشه من این وسط میشم آدم بده، چون من همون حرفایی که همه دارن میزنن و میگم، من اینجا چیز میشم، من آدم بده میشم. آره میفهمم. من فکر میکنم که تو باید هر کاری که میتونی بکنی که یه اسپیشال تو نتفلیکس استنداپ کمدین بذاری. هوپفولی. آخه ببین، یه مشکل دیگه هم هست، اصلا استنداپ کمدین های دختر تو جامعه ایرانی اصلا واسه چی فکر میکنی؟ نگاه کن همه کمدین ها رو نگاه کن، همشون مردن. ببین تو غیر ایرانی صد کلن زن ها اصلا they're not expected, you don't expect a woman to be funny. آره، but at least هست خیلی بهتر شده. داریم ببین الان شما چند سال غیر ایرانی stand-up comedy درش وجود داره؟ stand-up comedy تو ایران it's a very new thing، خیلی جدیدیه. کلا هم که ما اصلا نگاهمون به زنا و چیزی که چیز داره خیلی عقب‌تر از این ور دنیا، یعنی مقایسه مال فارغه. آخه به اینم هست بچهای این ور هم همینه، مثلا همین حالا میگیم واینر ولی اشتباه، آدمایی که رو اینستاگرام هم ویدیوهای خنده‌دار درست میکنن، واقعا من تنها دختری ام که این کارو میکنه، من بقیه آدمایی که دیدم پسرن اصولا. چند تا چیزه، یک همونه که کلن از دخترها، یعنی دختری که فانی باشه، آره فشن بلاگر بیوتی بلاگر، دختری فانی یه ذرم چی میگن، مثلا دختره پرروه، دختره آپارتی، یعنی همه چیز اینجوری باهاش میاد. دود من اون روز توی لایف نیتد میشی and that's not okay. دقیقا. من اون روز توی لایف پسره و یه پسر یه رندوم آوردم بالا، پسره like he was a very چه میدونم یه پسر رندوم آوردم بالا، خیلی هم مهربون بود و منو دوست داشت خب. yeah. و پسره داشت میگفتش که قربونت برم تو چه نازی، برم یه جای گفتم دمت گرم، دو نفر، حالا من دو نفر خوندم نوشتن نگاه کن، دختره میگه دمت گرم، پسره میگه قربونت برم. چی میگی؟ این همش میره زیر یه چتر که تو یک سری چیزایی اگه یک دختر مثلا یک زنی یک کاری رو بکنه کلی، مثل اینه که آقا تو اگر یعنی انقلاب میکنی میشنوی که به یه زن بگن باسی، وقتی که آره. just a good manager، ولی مردی که چیز باشه good authority. بارای اینجوری که همه اینا خیلی عمیق در هیستوری باید بگردی که از کجا میاد چرا فلان.
confidence داشته باشی، روک باشی، you're a bitch. ولی به یه منیجر باشه corporate bitch اصلا یه اصطلاح میدونست من نمیدونستم چیه. یعنی من تو دانشگاه که بودم یه استاد دانشگاه اومد speech داد، کنفرانس داد که ما استاد ما نبود و خیلی مثلا انرژیشو میگرفتی اون چیزی که یعنی یهو همه اینطوری ساکت میشستن خب وارد اتاق میشد و خیلی خوشتیپم بود و خیلی هم محکم و اینا حرفشو میزد. یکی همکلاسی من دانیل گفتش که corporate bitchشونه. من دیدم که یعنی چی اصلا اون موقع که من اصلا آشنایی هستم با این ترم. بعدا فهمیدم زنی که قویه و کاریزمای قوی داره و مدیریت میکنه بهش میگن corporate bitch. وای خیلی اشتباه. برای اینکه چیز این انتظار یعنی این ضعیف باشه دیگه. آره تو باید صدات پایین باشه، تو باید کوچیک باشی تو جمع. آره دقیقا یه نگه هست، یک چیزی از زنانگیت خرابه. بازی وقت بازی این یا اونه، ما میخواییم باید بازی کنیم. بلدم هستی این یا اون؟ اوکی ایزی سریع هم بگی دیگه. شیرین okay. یا مارال؟ شیرین چون بیشتر میشناسمش. تو رو تازه این بیشتر اگه مارال رو بیشتر میشناسی مارال right into it. Anyway, it still goes شیرین. Okay, صبح یا شب؟ صبح. نه شب. شب. یک کوک یا پپسی؟ هیچ کدوم. اصلا از نوشابه خوشم نمیاد. اوکی. بخشش یا انتقام؟ بخشش. عشق یا پول؟ عشق. هتل یا چادر؟ چادر. فیلم یا کارتون؟ فیلم. طلا یا نقره؟ نقره. شکلات یا لواشک؟ لواشک. سد یادم رفت. خرید یا گردش؟ گردش. کتونی یا پاشنه بلند؟ کتونی همیشه، اصلا پاشنه بلند ندارم. فرفری یا صاف؟ چون موهای خودم صافه فرفری. دنیا دادرسان یا سحر بیوتی؟ صدف بیوتی منظور رو صدف بیوتی. در این حد نمیشتم، در این حد تو باغ نیست. صدف بیوتی. دنیا دادرسان. دوغ یا شراب؟ دوغ. بوتجقه. آها بوتجقه یا دیزاین مدرن؟ بوتجقه. سروهر یا پروتز؟ پروتز با تتوی فرهر. کتاب یا فیلم؟ کتاب. وید یا قلیون؟ وید. سد. اوکی تو برنده یک دستگاه شدی. خانم سحر بیوتی مرسی، من که خیلی زحمت بودم از مصاحبت با شما. انشاءالله در لندن. نگو ایول، نگو ایول، یک بایو این کلام یک بایو با 500 سال سابقه کار. بچه خیلی دردم با رنگ موام، دارم لذت میبرم. منم کفایی با حاله توسیه بلنده. آره. مردم حالیه، خیلی خوبه. مرسی که اومدی سهر جان. خیلی خیلی مصاحبه حرفای باحالی زدین. بیشتر مصاحبه هایی که روشون بودم خیلی مسخره بودن. این خیلی خوب بود. درود. Yeah. اگه باز موضوع باحالی خودت فکر کردی باز خواستی حرف بزنیم. It is a text to be. دم شما گرم. مرسی، دم شما ها گرم. Have a good day. Okay. Bye. Bye. That's okay. Okay, خدافظ بچه‌ها. خدافظ. خدافظ.